سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک اخبار رپی و کوکتل بیلبورد دیگه که قراره با هم بررسی کنیم. هفته دوم شهریور ماه 1403 رو ببینیم چه اتفاقاتی بوده. مثل همیشه اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید. البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم این اخبار رپی رو داشته باشیم. این هفته یه کوچولو هفته فالو کردن و آنفالو کردن و این داستانا بود. از اونور که خب میدونید تو رپ هواشی بیش پرداختیم که جناب آقای شایه و مهیار جدا شدن از هم و همچنین جعفری از اصلی جدا شد. یه نکته عجیبی که داشت، شایه زمانی که میخواست بیاد اعلام کنه که کنسرت داره توی مسکو که قبلا اعلام کرده بودن که مهراد هیدن و مهیار هستن، اومد و گفت اسم مهیار رو نیورد. خیلی اینجوری بودن که حذف شده مهیار، اما مهیار یه استوری گذاشت گفت میبینمتون اونجا. رفقا سلام، ارادت خیلی شکرم. انجمن تو مسکو میخواییم با هم دیگه دورم جمع شیم بهتره کنیم. مخلص. جفتشون اول نفری یه فری استایل دادن بعد از جدایی و بعد از اون یه سری فری استایل دادن که به هم داشتن تیکه مینداختن. یک فضای عجیبی رو داشت رام اینداخ، خیلی اینجوری بودن که اینا چرا دارن به هم دیسلاف میدن و اینا، اما به نظر من باحال بود. یکم شیوهش متفاوت بود و یکم گلگی بود به جای مشکل شخصی و اینا، و خب بسش میداد به یک مشکل اجتماعی که حالا کاملترش تو رپ حواشی میبینیم. اما میریم با هم اجراها رو میبینیم، برمیگردیم. رو خوش تو آتیشه، من سردم این خاک، تو دلم آدم ها میمیرن، یادم نی فرداش، چرک مغزم حتا باشه دل پاک پاک، زنده تر دیو تو من صورت بیرونم، حرفشو میخونم تو روحم تو جونم، زدم و میذارم واسه جر دادن قلبت، چون قلبم رو جر دادن از بچگی تو خونم، منم و عشق و گریه هات با بغض تو، بچه مظلوم کوچولو شد یه تخس گرگ، مغزم رو واکنی توش یه ویترین خشم، یه خنجر تو کمرم، زندگی تو مرد روک، منم و نفرت در جمله یه دوست دارم، بزرگترین دروغ این روزا، ممکنه برادر تیر بزنه تو مخت، یا یه شب بریزه یه ها سم تو غذات. کای نره برام، کای نره برام برم، کای نره برام، کای نره بگات بدم، کای نره داشت بخواد بازی نره، به تو علاده به مالی نده، گای جای جواب نباشی جواب، دیگه به ندرت بکشم خلوت دیرو، چه گوی ساختم من دیرو، پشیمون شدیم هم مستیمون، این دل دریا لقبش دم دستیمون، یاده دیگه خستم ای رو دست میزنه بهم زیر دستم، لطف معیانه با چش بستم بهشو میرسیدم مثل بچم، شما رو پاسگاهی دادی مرگی و بالا ما رو داد پایین، سنم دار شدیم با هر تاشگالی توف تو راخی کلاه ماسکه، دست ما رو کردی که باه باد فل، بری سری خاک و رو من باز، ماهی ها تو بگیر که آب باز گل، توف تو دلی که نهونه راستوش، میخواد دریا باشه یا قد دونه برنج، خدا دخته دهن مردو، رازت تو دل منه توی گوشه گه دنج، کردی همه باورام و عوض، واسه همه تیز بودم واسه تو بیغرز، پول میکنه کبوتر و کبرا، من و همونم قلب تو شد فلز، تو واسه من ماه پشت ابری، یه رو همین ابرو میدن دو، یه جو مرام تو دلم بیکار، بله اجراشونو با هم دیدیم. نکته دیگه که بود، عرفان و امیر خلوت هم دیگه رو فالو کردن تو اینستاگرام و شایو و بهرام هم دیگه رو فالو کردن در اینستاگرام، که اتفاقات باحالیه. همکاری اگه باشه جفتش برای اولین باره و میتونه جذاب باشه. تو این فالو کردن و اینها، برادران تیم و سجا چکی با هم داستان داشتن همو فالو کردن، مشکلاتشون رو به نظر میاد کنار گذاشتن. وسط این فالووازی ها و آنفالووازی ها اینها، سوال کمی همچین رو توی تلگرامش گذاشت، نوشت آقای مهیار ما رو آنفالو ریموف کرد، تبریک. به همین مناسبت 6 سپتامبر رو نامگذاری میکنیم به نام آنفالو و ریموف. موسیقی
ویدیویی که دیدید دمو جدید آهنگ آیسن بود با آهنگسازی ایلنویز. مهیار خبر از آلبوم جدیدش میداد، دومین آلبوم رسمیش احتمالاً تا پایان امسال منتشر میشه. آلبوم جدید امین تی جی هم این هفته منتشر میشه، اسمش گنگ اوور لاو، قرار 23 شهریور ماه منتشر بشه. یک لیسنینگ پارتی هم خواهند داشت. حالا لیسنینگ پارتی برای اون دوستانی که نمیدونن یک مهمونی به صورت پرایوت هست، اون کسایی که حالا بلیط تهیه کردن میرن اونجا برای اولین بار آلبوم اونجا در حضور خود آرتیست میشنون، که قرار این اتفاق بیفته. نکته منفی که داشت امین تی جی تو هفته گذشته بود که چند تا از آهنگاش داشت لیک میشد، آهنگای همین آلبوم، و شخصی که به هر حال آهنگ اونجا ضبط شده بود تو استودیوش داشت آهنگا رو پخش میکرد و ادعا میکرد که امین تی جی پولش رو نداده. یک آهنگ لیک کرده بود که آهنگی بود از تی جی به همراهی پاپا بویز، و خوشبختانه آهنگ دیگه ای لیک نکرد، همین بود. حالا به نظر میاد مشکله داستانه حل شده. یک کوچولو نمیدونم، اگر دنبال پولتونین خب با این لیک کردن و اینا چه اتفاقی میفته؟ قرار پولتون زنده بشه؟ حرکات عجیبیه. از این موضوع که بگذاریم، فدایی بالاخره بعد از این همه مدت تیک آبی اینستاگرامش رو گرفت. ولی تیک آبی که گرفته به نظر وریفای آرتیست نیست. چرا؟ چون شما زمانی که خودتون میرید به صورت پولی تیک آبی اینستاگرامو میگیرید، اسمتون میاد. یعنی شما اسم شناسنامه‌تون، پاسپورتتون رو بزنید، به همونطور که دارید میبینید تو شات اسم و فامیل اشکان فدایی این زیر خورده. به نظر میاد اینجوری گرفته. داستانی هم هست که این کارو میکنن چون از هک شدن و این داستانا جلوگیری میکنه، و احتمالش هست که به خاطر این داستان تیکر رو گرفتن. خلاصه اشکان فدایی هم تیک آبی اینستاگرام گرفت. سادی که یک زمانی اومد خیلی فیت داد و اینا، اما یه جورایی فراموش شد، اومد یه دونه دمو جدید منتشر کرد که همکاریش با سهراب ام جی و مهراد هیدنه، با آهنگسازی اشکان کاگان. هارم و ندارم قلاد من، دنیا چرخید با الماس و سردار شهرم الان. کلیپ کلیپ تیک تیک تیک. ایروسینا هم که میشناسید، اون هم یه همچین حالتی داره، آلبوم جمع میکنه و اینا، با خیلی از آرتیستا داره فیت میده و اینا. شنیدید چند تاشو؟ ترک بعدی هیروسینا هم با سامان ویلسون و سهراب ام جی روی بیت کاگانه، و حالا اسم سامان ویلسون اومد. سامان ویلسون یکم پرکاره، چون میبینید اینجا استوری که علیرضا جی جی گذاشت که به نظر میاد همکاری خواهیم داشت از علیرضا جی جی به همراهی یانگ سادن خلسه و سامان ویلسون. خانواده و هواداران امیر تتلو کارزاری رو راه انداختن که هوادارا برن امضا کنن واسه اینکه امیر تتلو آزاد بشه. مثل که تو الان 14000 تومن امضا جمع کردن. یه ویدیو هم روی چنل خود امیر تتلو دادن، راجع به این داستان صحبت کردن. حالا امیدواریم که به زودی امیر تتلو آزاد بشه. یه کوچولو جاش خالیه واقعا، و دلمون تنگ شده دیگه. یه زمان بود دیگه انقدر هواشی و اینا بود، دیگه یکم دلمون زده شده بود، الان دیگه نیست. یه جوریه واقعا جاش خالیه. حالا امیدواریم بیاد بیرون و بتونه فعالیت کنه دیگه، ببینیم چه جوری پیش میره. پای مالی ترچی میره پی غریزه، شما نمیتونی هار دفع کنی یه فکر عزیزم. دارو اینی دیگه واسه ذهن مریضم، میمونم کف تران داشت کیرم تو دل طبیعت. ای خیابون یه پا داستانه، نویسندش خول توی یه مستند جناییه واقعیه، پر پلیس یه رویداد ترسناکه، یه فیلمه به سبک دشمنان دیگه اینو باور دارن خوب، زانو زدن جلوم همه آخر دادن لوز، تهران همش بهم انگیزه میده، انقدر تو این جهنم میمونم تا خاکم کنم. هیچ وقت نمیگم کله شد پرواز، نمیشه نرم سمت حل معما، میشه دیکته بی نقشی درسته، ولی دست بند خودت نقشتو بردار. پجوا که صدام قهقه زد، پهنه پوک براکنده شد موج برد اکثریت رو، هیچ فلکی دم پر من ما این نبود من پاش بریزم. این روزا تو مرز خلاصی، چون دیگه حسی نمونده واسه این مرد روانی، میخوام یه نامه بنویسم تهش معذرت خواهی، بمونه چند تا یادگاری توی صفحه مجازیم فقط. اگه بگم چیه تو دلم، اگه بگم واسه رفتن ان دو دلم، اگه بگم روزی سه چی میرم میگم صبرم، اگه بگم شبا با اینا ولی خب صبح. شمال شهر دنبال شهر دنبال، امرو تو اخبار اومده عکسم دوباره در ساخت از زمیه بیرم، نمیگم بعد این حالی بود، میتونی بپرسی هرکی بود زیرم بهت میگه راضی بود. میلادی میاد و بیس میکو، بیسی که بادی فیسی خوب. بیم ماما ماما ببین بجد جده بیم I'm with the gang تخته کنم اعتماد، برقرار کنم ارتباط، تو سینم رخ داد انفجار که شد باعث ارتقام، خستم قصات اشتباه نوشته، تو خودم گیر کردم دفع شدم توی خودم بیشتر من، تو رفتم تو تخت شب سر اومد، شب سر اومد. تو آخه چی رو دارم من،
خودم. این همه بازی بر چیده، وقتشه بگی سلام به سلاتینت. نمی جنگم من بر کینه، گوش نمیدم بر جیفت. پیمه هترا همه صحنه زن، بگردین دنبالم وقتی لنگی ماسه دیه. برا لفظا نیازی بشه بیت پنج، کریرم سنگینه نمیکشه لیف روگ. ماسه ترکیدم مثل بیگ بنگ، هیسیک تره بیسیک سم. شما چغالین خفشین، شب میزنید برامون استریپ. بیتام در آورد استریم کش، تهران دهنمو سرویس کش. خب این بود از اخبار رپی و کوکتل بیلبورد این هفته. حتما بنویسید که آهنگ مورد علاقه شما این هفته کدوم آهنگ بود. به نظر من پروژه بلک افغان بهترین بود. و دومی بگو سلام دو که واقعا چسبید. و سومی هم آهنگ ویناک بود که اونم واقعا دوست داشتم، فلو و بیتش خیلی تمیز بود، حتی مدل قافیه هاش خیلی جذاب بود. نظر شما چیه؟ حتما بنویسید. امیدوارم لذت برده بوده باشید. تا ویدیو بعدی، see you soon.